و او به او چیزی میفهموند رو بلند میکند. اکنون کامرانشاه و استوپیریون با یکتگی سفید با اون بخت سفید اقبال سفید تمنو داریم در راهی تیلوی با ارلان شرف پهلوان قرقیز گوشتن میگیرد. مبارزه برای برآمدن به قسمت فینالی. ارلان یک تک کبوت ببر کرده است. کامرانشاهی استوپیریون باشد. یک تگی سفید دارد. در حالت برد کامرانشاه فینال می رود. نخواهد که دو پهلوان ما با هم گوشتین گیرند. ما می داریم حالا مبارزه برای برآمدن بک برای لازم است که مبارزه برد. ما آرزو میکنیم که دو پهلوان ما با هم نایند. آرزو میکنیم که پهلوان ما از هم جدا گوشتن گیرند، با دیگر رقیبان گوشتن گیرند. علکی این فقط آرزوی ما است که از گوشتنی کامرانشاه و استوپیریون وابستگی کلان دارد. ارلان شروف خوب انا اکنون تپیش قلب ها ناو سر شد. جو دست و گریبان داشتن. این عمل قدر مقبول نیست. نیست وزاری. باید کامرانشاه احتیاط کند. این عمل چو ایستان است. مقبول بینندگان هم نیست. ارلان شروف سری کتف یا سیوه نگه که زمین بود در اینجا این چیز نبود. نه برای ما شدوی دویم را بگذار. کامرانشاه از این باید رو افتادن اشود. بعضان حالت یک حجومی پسیخیکی میگویند که بعضان در حالت شدو دادن پهلوان خود را گم میکنند. نه باید ازادانه گوشتین گیرد. مهم باید اصول خود را نشان دهد. خب ارلان هم با تمامی هستی کوشش میکند و کامران را نه این شوه مقبول نیست. خب دست و گریبان یک دیگر هستند. چست و چلوکی پهلوانان هستند. حرکت ها از جانب هر دو پهلوان. کوشش های کامرانشاه هم برای امتیاز آوردن است. باید زمین ننشست. برخیست مبارزه برد. عجمه میگوید اینجا کامرانشاه هم رقیب را گشته و برگشته به زانو می افتاند. این خوب است.
این خوب است که حرکت میکند. شیدورو باید برای پهلوان مغول نشان دهند. قزاق قرغیز معذرت میخوام، از هیجان بزن بودن مغول و قزاق قرغیز نشان دهند. ارلان شرف کم فعال بود لحظه اوه اینجا نبود چوزی. کربا گولدن سکون آراد میراد با فکرم این فرصت هم کمی دیگر باقی مانده است و در گولدن سکو گشتین می شود. گولدن سکو حرکت های پهلوانان برای گولدن سکو اوه کامرانشاه فعال است. خوب است این، این خوب است. اگر داور شیدوی نوبتی را برای شروف ارلان نشان دهد، ولی داور خاموش است. یک هجوم دیگر باید، یک هجوم دیگر هم کرد، ولی کامرانشاه باید بیس هجوم کند. اوه پهلوان قرقیز اطراف کامرانشاه میگریزد. از چنگال کامرانشاه خود را رها کردن است. باید داورانی را به نظر گیرند. خوب است حرکت های کامرانشاه را رقیب را بیرون میبرارد. از گلیمی زرد و حرکت کامرانشاه امید بخش است. آن اکنون شیدای دویم را حتما باید برای ارلان شرف نشان دهند. داور نخود که باز خاموش باشد. داور انا اکنون برابره قوه هاست در گولدنسکو و حجوم ها رو باید همین سمت کامرانشاه ادامه دهد. گوشتینی فکر میکنم از همه درو دراز خواست. اوفر کمی دیگر باقی مانده بود. کامرانشاه عجیب حرکت کردید، ولی باور کنید اکنون من نشسته شر میدادم، مجبور شدم که راستو شر دیم. و زره آفرین کامرانشاه. یوستوپیریون قصاص گرفت و بالاخره به قسمت فینال رفت. در وزن تا 90 کیلو پرتوفتی کامرانشاه یوستوپیریون و راه بر راه تلایی. دوستان عزیز امین است، دوباره تاریخ را گردان میکند کامرانشاه یوستوپیریون. این شام شامی رنگین است، من برای شما وعده میدیم. امینجا دوستان عزیز گزارش ما از رقابت های مقدماتی از قسمت روز سیوم به انجام میرسد و کامرانشاه را در قسمت فینالی میبینیم و همچنین برای بلست آوردن دو نشان برنجی هم مبارزه میبریم. من برای چی گفتم که اگر باخت نشود برای کامرانشاه چون با جهانگیر مجید بگیر. ارلان با جهانگیر گوشتین میگرد. شاد و پیروز و سربلند باشید.